سلام میگم به همه شما خواهران و برادران عزیز چقدر من خوشحال هستم که امروز این فیض رو دارم این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم شما عزیزان رو که اینجا میبینم قرار بود از این هفته تعداد بیشتری رو داشته باشیم یکم بیشتر هست ولی امیدوارم که به زودی دوباره عزیزان آشتی کنن با کلیسا و برگردن صندلی ها دوباره پر بشه خیلی خوشحالم که چقدر خوشحالی بزرگی است برای شخص من که اجازه دارم کلام خدا رو پیام خدا رو با شما در میون بذارم پیامی که خدا در قلب من گذاشت برای کلیسا در این زمان مخصوصی که هستیم بتونم به شما منتقل کنم شبانان عزیز ما نیستن امروز صبح اتفاقا پیام دادن خیلی سلام رسوندن و همه شما خیلی داره بهشون خوش میگذره خدا رو شکر و اگر ما رو الان نگاه میکنند من هم سلام گرم از طرف کلیسا به شما برد آل و خواهر نسیل عزیز امیدواریم بیشتر خوش بگذره بهتون و لذت دارید خدا رو شکر برای وقتی که داریم پیام عنوان پیام من امروز هست کفش از پای خودت به درار کفش خودت رو در بیار الان نیاز نیستش که کفش های خودتون رو در بیارید اما در پایان معزه دعا و آرزوی من این هست که نه صدای من بلکه صدای خدا رو اگر امروز از طریق این پیام بشنوید و خودتون تصمیم بگیرید که جواب بدید به این موعظه شاید نیاز باشه که در آخر کفشای خودتون رو از پای خودتون در بیارید. اول از همه در مورد پا صحبت کنم. قبل از اینکه بریم در مورد کفش صحبت کنم، در مورد پا صحبت کنم. چون پا اگه نباشه کفشی هم نیست. پا در کلام خدا مخصوصا در عهد عتیق ما می‌بینیم که خیلی به پای اشاره شده به پای شریران به پای راستان و خیلی اشاره شده پا در کلام خدا سمبل و نماد افکار ما هست طرز فکر ما هست همونطوری که پای ما هست که بدن ما رو به پیش می‌بره ما رو حرکت میده ما رو جلو می‌بره همونطور فکر ما هستش که زندگی های ما رو به پیش می‌بره هیچ کسی نمی‌تونه بگه که من پای من میره واسه خودش من نمیرم ولی من بدون پای خودم یک جا. من هر چقدر فکر کردم هیچ که به یادم نیاوردم فقط عموی قیمت یادم اومد تو دور همین میگفت یه عمود و پای داره لب ساحل چی شده بود یه اتفاقی افتاده بود ترکش خورده بود یه عمود و پای داره که فقط دو پا مونده ازش از کمر به بالا نیست فقط کمر فقط یاد اون افتادم که فقط اون دو تا پا هستش که بدنی نداره به غیر از اون همه ما <applause> اگه که اومد کسی دیگه بود من بگید به غیر از اون همه ما پای ما هر طرف میره ما هم باش میریم درسته؟ و همینطور هست طرز فکر من و تو. طرز فکر من و تو هستش که من و تو رو با خودمون با خودش میبره. ما معروف ترین آیه‌ای که داریم در این قسمت و میتونم هم مثال بذارم مزمور یک آیه یک هست. میگه خوش به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند در راه گناهکاران نایستد و در محفل تمسخر کنندگان ننشیند این لزوما به این معنی است که حتما ما بریم در جایی که شریران هستند فکر من و تو به کجا میره نه میگه در راه گناهکارا نیستد. فکرهای من و تو میتونه در مسیر گناه بره و فکر من و تو ما رو به گناه ببره و اونجا قدم برداره پس پا سمبل طرز فکر هستش و الان که پا متوجه شدیم چی هست کفش عزیزان کفش در پای ما قرار میگیره تا یک پوشش و محافظی برای پای ما باشه خیلی کم پیش میاد ما وقتی که از خونه میخوایم بیایم بیرون بدون کفش بیایم بیرون یا میتونم بگم تقریبا الان دیگه هرگز همه کفش میپوشیم متناسب با اون محلی که میخوایم بریم اگه سر کار اگه ورزش اگه سر کار هست اگر مهمونی اگر که همیشه کفشی میپوشیم که پای ما رو محافظت کنه به نوعی حالا زیباد باشه یا هر چیز دیگه اما مطمئنا بیشتر راحتی یا اون محافظت مهمه البته بعض وقت خانم های کفش های که روی یک میخ استوار هست نمیدونم اون راحت هست یا نه اما به هر حال ساعت‌ها اون رو میپوشن حداقل زیبایی داره و یا یه محافظتی از اونها می‌کنه اگر او راحتی نداره برشون و همینطور از آن کلامی که امروز میخوایم بررسی کنیم در مورد کفش پوششی هست که بر طرز فکر من و تو قرار گرفته و متناسب این طرز فکر من و تو تصمیم میگیریم من و تو رفتار میکنیم من و تو زندگی میکنیم من و تو اراده میکنیم و عمل میکنیم شاید الان درست منظور منو متوجه نشدید اشکال نداره وارد کلام که بشیم بیشتر متوجه میشید امروز با هم میخوایم سه قسمت از کلام خدا رو بررسی کنیم سه جایی که انسانهایی در مقابل خدا قرار گرفتند یا بهتر بگم خدا با انسانهایی ملاقات کرد و به اون اشخاص گفت کفش از پای خودت در بیار سه جا در کلام خدا و میخوایم ببینیم که چرا اون اشخاص در حضور خدا باید کفش خودشون رو در می آوردن این کفش برای اونها چه معنی داشت چه مفهومی داشت و این بیرون آوردن کفش چه تأثیری در زندگی اونها داشت چه تبدیلی به وجود آورد چه تغییری به وجود آورد که اگر اونها بیرون نمی آوردند کفش خودشون رو که اون پوششی بر طرز فکرشون بود زندگی اونها چطور پیش میرفت اولین شخصی که در کلام خدا میبینیم موسا هست ما با موسا نه این برادر موسا اون یکی برادر موسا در باب یک کتاب خروج آشنا میشیم موسا از یک پدر و مادری در قوم اسرائیل به دنیا اومد فرعون من داستان رو سریع میگم فرعون گفتش که بچه های چون دیدن که دارن زیاد میشن قوم اسرائیل که اونجا در اسارت بودن فرعون گفت این بچه ها همه کشته بشن مادر موسا یوکابت با اون ایمانی که داشت پسر نوزاد سماهای خودش رو در رودخانه نیل رها میکنه و اتفاقا دختر فرعون اونجا بوده و او رو از آب میکشه و در میبره در قصر فرعون و موسا اونجا زندگی میکنه موسا چهل ساله بود که به یاد قوم خودش میفته و میره میبینه که قوم خودش قوم پدری خودش در چه وضعیت بدی دارن زندگی میکنن چقدر سختی هستن در ظلم هستن در فشار هستن یهو اگه غیرتش میزنه بالا اونجا میبینه یه مصری داره زور میگه به یکی از اسرائیلی ها و اون شخص مصری رو میکشه از ترس دفن میکنه و بقیه قوم اسرائیل متوجه میشن و فرار میکنه موسی فرار میکنه به سمت یک منطقه به اسم مدیان و اونجا دختران کاهن مدیان رو میبینه و با یکی از اون دختران ازدواج میکنه به نام سفوره و شروع میکنه به شبانی یا چوپانی گله پدرزن خودش و چهل سال هم موسا در سرزمین مدیان زندگی میکنه با زن و بچه و گاو و گوسفندای پدرزنش تا اینکه میرسیم به باب سه آیه یک تا 5. موسا کتاب خروج باب سه آیه 1 تا 5 من فکر میکنم جلوی تصویر هستم نه؟ موسا گله پدرزنش یترون کاهن مدیان را شبانی میکرد روزی گله را به آن سوی صحرا برد و به هوریب که کوه خدا باشد رسید در آنجا فرشته خداوند از درون بوته در شعله آتش بر او ظاهر شد موسا دید که بوته شعله ور است ولی نمیسوزد پس با خود اندیشید بدان سو می شوم تا این امر شگفت را بنگرم و ببینم بوته چرا نمی سوزد چون خداوند دید موسا بدان سو آید تا بنگرد خدا از درون بوته ندا در داد ای موسا ای موسا موسا گفت لبک خدا گفت نزدیکتر میا کفش از پای به در آر زیرا جایی که بر آن استاده ای زمین مقدس است آمین عزیزان موسا چهل سال در کاخ فرعون در ناز و نعمت زندگی کرده بود او به همراه فرعونی که در زمان خودش حاکم بود با هم بزرگ شدند با هم به یک شاید مدرسه رفتند مهارت های زیادی رو آموخت در راحتی زندگی می کرد در آسایش زندگی می کرد و در رفاه زندگی میکرد. و همینطور بعد از چهل سالی که تصمیم گرفت بیاد بیرون باز به خانه پدرزن خودش یترون رفت و اونجا هم در راحتی زندگی میکرد بدون دغدغه بود کاهنان اون موقع پدر زنش یک مقامی داشت یک منصبی داد گاو, گاو داشت و گاو و گوسفندی داشت وضع مالی خوبی داشت اونجا بود و الان خدا میخواست موسا رو انتخاب کنه تا رهبری تا او یک رهبر برای قوم او باشه تا بخواد قوم خودش رو از مصر خارج کنه و به سرزمین وعده برسونه خدا این انتخاب رو کرد موسا رو انتخاب کرد اما قبل از اینکه عزیزان موسا بخواد قوم رو هدایت کنه و از مصر بیاره بیرون قبل از اینکه خدا بخواد این قوم رو به دست موسا بسپاره که از اون کشور از اون شهر از اون زمین اونها رو خارج کنه خدا اول میخواست مصر رو و متعلقات مصر رو از درون موسا بیرون کنه قوم اسرائیل در ذلت بود در اسارت بود در بندگی بود تحت فشار بود ولی موسی در ناز و نعمت بود موسی خیلی وابستگی و تعلق خاطر خیلی بیشتری نسبت به قوم به موسی داشت نسبت به قوم داشت موسی نسبت به قوم خیلی وابستگی بیشتری داشت چون اونجا خیلی چیزهایی رو به دست آورده بود شغل داشت مقام داشت موقعیت داشت رفاه داشت هرگز زیر ظلم نبود و او خیلی لذت های بیشتری رو تجربه کرده بود خدا میخواست اول مصر رو از موسا بیرون بیاره تا وقتی که در بیابان میرن و قوم به یاد خیار و خربوزه و تره و سیر مصر بیفته حوث اونها کنه موسا حوث چیزهای بهتر و بیشتر رو نکنه اونجا موسا قلب و دلش بیشتر از قوم نلرزه اونا اگه یاد خیار و خربزه و تره و سیر میفتن او یاد کباب هایی بیفته که در قصر فرعون میخورده او یاد لذت های خودش بیفته پس باید مصر از موسا بیرون می اومد. باید این وابستگی که هشتاد سال مثل کفش به پاهای موسا چسبیده بود به فکر موسا چسبیده بود و موسا مطابق اونها زندگی می کرد باید از موسا جدا می شد عدالت شخصی موسا او حق طلب بود او به عدالت خودش فکر میکرد که داره هر کاری انجام میده کار درسته اون موقعی که او مصری رو کشت به خودش حق داد دیگه حق داد به خودش که یک نفر رو بکشه او رو داوری کرد با عدالت خودش اون شخص رو داوری کرد او رو قضاوت کرد فکر و روش های موسا تجربه های شخصی موسا هر اون چیزی که موسا در چهل سال اول در مصر و چهل سال دوم در خانه یترون کسب کرده بود. تجربه های موسا. اون چیزهایی که دیگه من فکر میکنم یک مرد هشتاد ساله دیگه همه چیز او کامل شده، پر شده. تجربهش، فکرش، مهارتش. ولی اما به جایی میرسه چون خدا او رو برای یک معمولیتی انتخاب کرد خدا به او گفت موسا کفش از پای خودت به در بیار. ای موسا هر آن چیزی که تو تا به امروز جمع کردی برای خودت هر آن چیزی که تو تا با امروز آموختی اون عدالت تو اون هویت تو اون ملاک های شخصیتی تو اون چیزهایی که به نظر تو درست یا غلط بوده هر چیزی که تو بها دادی یا زمان برده سن و سال تو گذشته همه اینها رو در بیار در بیار چرا موسا چون من میخوام به تو یک مأموریت تازه‌ای بدم من می‌خوام به تو یک هویت تازه‌ای بدم نه اون هویتی که در کاخ فرعون یا در خانه پدرزنت داشتی من می‌خوام تو رو رهبر و نجات دهنده قومی بسازم پس باید کفش کهنه خودت رو در بیاری تا من بتونم کفش تازه به پاهای تو بدم باید طرز فکر گذشته خود تو در بیاری تا من بتونم طرز فکر جدید به تو بدم باید مهارت ها تجربه ها دانش شناخت هر آن چیزی که هست رو ای موسا در بیاری تا من بتونم به تو یک شناخت تازه بدم به تو یک دید تازه بدم من میخوام تو رو وارد یک بود دیگه ای کنم خدا داشت موسا رو وارد یک مرحله عمیقتر روحانی می کرد. از شناخت خودش، از خدمت. موسا هرگز فکر نمیکرد یک تکه اصایی که با او شبانی می کرد اگر به دریا بندازه دریا دونیم بشه. هرگز فکر نمی کرد اگر اصای او به صخره ای بخوره از اون صخره آب برای قوم جاری میشه دریا آبی که تلخ بود هرگز این فکر رو نمیکرد اما خدا این فکر رو برای موسی می کرد خدا این فکر رو برای موسی کرد و برای اینکه خدا بتونه موسا رو به اونجا برسونه باید موسا هر آن چیزی که تا به امروز داشت رو به کناری میگذاشت کفش از پای خودش در می آورد تا بتونه قوم رو به خارج از مصر هدایت کنه آیا من و شمایی که دیگران رو خدمت میکنیم مسئولیتی داریم افرادی به دست ما سپرده شدند آیا مصر از من و شما بیرون آمده این دنیا لذت های این دنیا خوشی هایی که ما در گذشته داشتیم تجربه‌های ما اگر میخوایم دیگران رو هدایت کنیم بیرون بیاریم به سمت ملکوت خدا هدایت کنیم آیا جاهایی که وسوسه میشن میلرزند آیا من و تو هم دلمون میلرزه به یاد لذت دنیا میفتیم به یاد گذشته میفتیم به یاد خوشی ها شما رو با موسا تنها میگذارم و تشویقتون میکنم اگر میخواید بیشتر در مورد موسا و این قسمت بدونید کلام خدا رو در کتاب خروج ادامه بدید از باب سه به بعد رو و ببینید که برای موسا چه اتفاقی افتاد بریم به ملاقات بعدی آماده هستید کنجکاو هستید مشتاق هستید ملاقات بعدی که حدودا فکر میکنم بین چهل تا چهل و پنج سال بعد از ملاقات موسی و خدا اتفاق افتاد بیابان تمام میشه قوم عبور میکنند موسی در آخر میمیره موسی رو دفت میکنند قوم به سرزمین وعده نزدیک میشند و خدا یوشع شاگرد وفادار و تربیت شده موسی رو انتخاب میکنه تا به جای موسی رهبر قوم باشه او نه فقط رهبر قوم بود بلکه یک فرمانده جنگی ماهر و کارآمد در جنگهای قوم اسرائیل بود ما در آخر تقریبا کتاب, یوش... ما بیشتر کارهای یوشع رو میبینیم و همینطور بر این باور هستند که قسمت آخر تورات رو یوشع کامل کرد بعد از مرگ موسی که کتاب تصنیه به پایان میرسه و خود کتاب یوشع شروع میشه در باب یوشع در کتاب یوشع باب یک ما وعده های عالی خدا به یوشع رو میبینیم یوشع آیا تو را امر نکردم قوی و دلیر باش هر جا که بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود و میبینیم که خدا وعده های عالی میده یوشع اونجا مهارت های عالی که داشته رو به جاسوسانی منتقل میکنه جاسوسان میرن سرزمین وعده رو در واقع کنکاش میکنن داستان راه به به فاحشه رو میخونیم برمیگردن و من اینا رو سریع میگم که به جای اصلی داستان برسیم قوم از رود اردن میخوان عبور کنند و بزرگترین اتفاقی که قوم چهل سال منتظرش بودند در پیش روی اونهاست وارد شدن به سرزمین وعده بزرگترین رویای قوم که من فکر میکنم حتی واقعا شاید شبها خواب اون رو در بیابان میدیدن کی میرسیم کی میرسیم به اینجا و خود یوشع جزو چند نفری بود که زنده ماند که برسه چقدر بیشتر یوشع منتظر بود که برسه به سرزمین وعده و اینجا بود که خدا یوشع رو ملاقات میکنه در باب پنج آیه ۱۳ تا 15. اما چون یوشع در نزدیکی عریها بود سر افراشت و دید که اینک مردی با شمشیر برهنه در دستش در برابر وی ایستاده است یوشع نزد او رفت و پرسید آیا تو از مایی یا از دشمنان ما پاسخ داد هیچ کدام من سردار لشکر خداوندم که اکنون آمدم یوشع به روی بر روی زمین افتاد سجده کرد و از وی پرسید سرورم به خادم خود چه می‌فرمایید سردار لشکر خداوند به یوشع پاسخ داد کفش از پای به درار زیرا جایی که ایستاده ای مقدس است و یوشع چنین کرد کفش یوشع با تمام کفشایی که عزیزان در زندگی خودتون دیدید متفاوت و هیچ کارخونه کفش سازی تا الان نتونسته کفشی مثل کفش یوشع رو تولید کنه کفش یوشه یک ویژگی خیلی خاص داشت حتی گرونترین کفش هم الان اگه بخرید باز مثل به این خاصیت کفش یوشه نمیرسه و کفش یوشه این خاصیت رو داشت شاید خوب یا بد برای من بد این خاصیت ولی به حال این خاصیت رو داشت این بود که چهل سال در پای یوشع بود موقعی که قوم وارد بیابان شدند و خدا اونها رو در واقع این مجریمه رو به اونها داد تا تصنیه باب اگه اشتباه نکنم 29 یا 5 باب 29 هست که میگه در این چهل سال لباسهای های اونها پاره نشد و کفش اونها سوراخ نشد که با همون کفش بتونن عبور بدن عزیزان یوشع چهل سال این کفش در پاهاش بود یوشع با همین کفش در جنگ با امالیقیان پیروز شد یوشع با همین کفش با کالیب و ده نفر دیگه رفتن و سرزمین وعده رو جاسوسی کردن و برگشتن یوشع با همین کفش همراه با موسا قوم رو هدایت میکرد قوم رو رهبری میکرد یوشع با همین کفش چهل سال در بیابان راه رفت با همین کفش بود که خدا یوشع رو انتخاب کرد به عنوان جانشین موسا او رو برکت داد او رو مس کرد به او عزت بخشید با همین کفش بود که یوشع از رود اردن عبور کرد از اینا یوشه با این کفش پیروزی های خیلی زیادی رو برای قوم به دست آورده بود یوشه با این کفش برکت های خیلی خیلی زیادی رو تجربه کرده بود او تجربیات روحانی زیادی رو با این کفش داشت موقعی که با موسا به خیمه خدا میرفت میگه موسا میومد اما یوشه میموند و خدا رو ملاقات میکرد پس چرا باید این کفش رو در می آورد. کفش موسا میتونیم بگیم خب یکم بد بود. لذت های مصر بود، تجربیات مصر بود، نه؟ ولی کفش یوشه. چون خدا میخواست عزیزان او رو وارد یک بود عمیقتر و یک مرحله تازه روحانی بکنه. که با گذشته خودش متفاوت بود. خدا گفت یوشه تا اینجا با این کفش اومدی عالیه اما از این به بعد من کار تازه‌ای با تو دارم از این به بعد من کار تازه‌ای با تو دارم یوشا تو با این کفش تجربیات زیادی به دست آوردی اما تجربیات جدید تو نیاز به کفش تازه داره یوشا تو شناخت عالی داشتی ملاقات‌های عالی با من داشتی اما از این به بعد من میخوام کار دیگه ای رو در تو شروع کنم کار بزرگتری رو در تو شروع کنم من میخوام یک جلوه دیگه از خودم رو بر تو آشکار کنم از در آوردن کفش به این معنی نبود که خدا تجربیات یوشع رو خار بشماره پیروزی های او رو خار بشماره بگه نه به درد نمیخورد نه فراموش کن نه اصلا بلکه میخواست یک تجربه تازه‌ای به او ببخشه و بعد از اینکه یوشع از خدا اطاعت کرد میگه و یوشع چنین کرد کفش خودش رو در آورد خدا اونجا بود که یک استراتژی تازه و جدید برای فتح شهر عریها که اولین شهر در سرزمین وعده بود به یوشع داد و خیلی جالبه بدونیم استراتژی که خدا به یوشع داد کاملا 180 درجه خلاف شخصیت یوشع بود خلاف تجربیات یوشع بود خلاف طرز فکر یوشع بود خلاف هر آن چیزی بود که یوشع تا اون لحظه آموخته بود یوشع مرد جنگ بود یوشع فرماندهان زیادی رو زیر دست خودش داد آماده بود بریم اونجا ها رو حمله کنیم همه رو بگیریم او قهرمان خدا بود الان استراتژی خدا این بود همه ساکت باشید در سکوت بدون هیچ اسلحه‌ای فقط برید دور ها بچرخید و کرنا بزنید اونم تو یو شکرنا نزن کاهنان بزنم تو فقط ساکت بچرخ من خودم جای یوشا گذاشتم میگفتم این صد درصد از خدا نیست چهل سال من یه جور دیگه خدمت کردم چهل سال من یه کار دیگه کردم همم هم جواب داد ما پیروزی های یوشا رو میبینیم چطور میشه الان ما باید نه یوشع باید کفش خودش رو در میآورد. اون کفشی که تا قبل داشت تا اونجا برای یوشع کار می از این به بعد خدا می‌خواست یک تجربه تازه به یوشع بده یک مسح تازه به یوشع بده خدا رو یوشع رو عمیق‌تر کنه در شناخت خودش در بود روحانی جدیدی یوشع رو وارد ببره یه دلیل دیگه هم که من فکر میکردم البته این دلیل من شاید درست نباشه این هستش که ما در قبل از این میبینیم که تمام مردان قوم ختنه شدند و هیچ کدوم نمیتونستن جنگ کنن و وضع قوم اصلا مناسب جنگ نبود چون تمام اون مردانی که در بیابان به دنیا آمدن در بیابان ختنه نشدن و موقعی که از اردن گذشتند تازه ختنه شدن یعنی زویزا زو رو مردای چه حسابی موقع نمیشد کرد برای همین خدا باید یک استراتژی متفاوتی رو به یوشع میداد اما این استراتژی چقدر متفاوته عزیزان اگه یوشع کفش خودش رو در نمی آورد در حضور خدا اگه این فکرهای گذشته خودش رو طرز فکری که ما فکر می کنیم درسته رو در نمی آورد اگه اجازه نمیداد خدا فکر او رو لمس کنه او خیلی راحت میتونست مثل من یا مثل بعضی از شما شاید این استراتژی خدا رو رد کنه چون با جهان یوشع متفاوت بود با دنیای یوشع متفاوت بود از ما الان تو یک ماه دو ماه گذشته از پاستور عزیز شنیدیم کلیسا میخواد وارد یک بود تازه‌ای بشه قرار یک ساختار جدید در کلیسا بیاد یک اتفاقات تازه‌ای در کلیسا خدا ما رو کلیسای ما رو تبدیل و عوض کنه و سوال از تک تک من و شما این هست آیا ما حاضر هستیم کفش خودمون رو در حضور خدا در بیاریم نه به خاطر اینکه کارهایی که تا الان کردیم بد بوده نه به خاطر اینکه کارهایی که تا الان کردیم برکت نداشته نتیجه نداشته سمر نداشته خیلی سمر داشته نه به خاطر هیچ کدوم اینها بلکه به خاطر اینکه خدا میخواد عزیزان ما رو وارد یک مرحله و بود تازه کنه وقتی از یک ساختار تازه صحبت می کنیم وقتی از یک استراتژی تازه صحبت می کنیم آیا فقط صحبت می کنیم و دوباره شروع می کنیم مثل گذشته برنامه نوشتن برنامه ریزی کردن ترک کردن گروه چیز کرد آیا دوباره شروع می کنیم کارهای قبل رو می کنیم کارهایی که سالها کردیم و درست بوده مثل یوشع یا اینکه حاضریم هر چیزی که تا امروز باهاش اومدیم رو کنار بگذاریم ریسک بزرگیه نه؟ اما تجربه ای که بعدش آن خواهد آمد چه تجربه ای موسا کرد؟ چه تجربه یوشع کرد؟ و وقتی که دعا می کنیم خداوند به ما ساختار تازه بده به ما استراتژی بده شاید ساختاری که بده کاملا 180 درجه با کاری که تا گذشته کردیم متفاوت باشه آیا می پذیریم؟ یوشع پذیرفت آیا من و شما آماده هستیم آیا من و شما میخواهیم اصلا که خدا ما رو وارد یک بود تازه کنه کلیسای ما رو وارد یک مرحله تازه روحانی کنه یک بیداری به کلیسای ما ببخشه یک تازگی به کلیسای ما ببخشه از تک تک من و شما شروع میشه عزیزان شما رو با یوشه هم تنها میگذارم و تشویقتون کنم ادامه بدید و ببینید که وقتی یوشع چطور از استراتژی خدا اطاعت کرد چه پیروزی بزرگی نصیب او شد و چطور خدا او رو و تمام قوم رو به فراوانی برکت داد وقتی در آیات 6 و 7 میخونیم به ملاقات سوم میرسیم در ملاقات سوم در سومین جایی که خدا به انسان گفت به شخص یا اشخاصی گفت کفش از پای خودت در بیار این رو در عهد جدید می‌بینیم در جایی که خدا به انسان‌هایی که انتخاب کرده بود این فرمان رو داد خدایی که در عهد عتیق در بوته آتش خودش رو به موسی آشکار کرد خدایی که در قامت اون مردی با شمشیر برهنه در دستش خودش رو به یوشع آشکار کرده بود این بار در جسم انسانی به عنوان پسر انسان یعنی عیسی مسیح خداوند با شاگردان خودش صحبت میکنه شاگردانی که سه سال و نیم با استاد خودشون زندگی کرده بودند شاگردانی که سه سال و نیم تعالیم و معیزه های رو شنیده بودند شاگردانی که سه سال و نیم معجزات متفاوتی رو از عیسی دیده بودند بینا کردن کوران، شنوا کردن کران، زنده شدن مرده ها پتروسی که بر روی آب راه رفته بود تجربیات خیلی زیادی رو از عیسی داشتن و همشون یک طرز فکر یک شناختی یک درکی از این پسر انسان داشتند الان استاد اونها قرار هست اونها رو ترک کنه و در آخرین شبی که با اونها بود عیسی به شاگردان خودش میگه کفش از پای خودتون در بیارید در انجیل یوحنا باب 13 آیه 9 تا 13 میخونیم ایسا که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او می رود. از شام برخواست و ردا از تن به در آورد و حوله برگرفته به کمر بست. سپس آب در لنگی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها با حوله که به کمر داشت. چون به شمعون پتروس رسید او وی را گفت سرور من آیا تو میخوای پای مرا بشوی عیسی پاسخ داد اکنون از درک آنچه میکنم ناتوانی اما بعد خواهی فهمید پتروس به او گفت پاهای مرا هرگز نخواهی شست عیسی پاسخ داد تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت پس شمعون پتروس گفت سرور من نه تنها پاهایم بلکه دستها و سرم را نیز بشوی ما میدونیم که عزیزان شستن پاهای شاگردان در اینجا توسط عیسی به این دلیل بود که عیسی میخواست یک نمونه از فروتنی در خدمت رو به شاگردان بیاموزه در همون باب آیه 14 میبینیم که عیسی به شاگردان خودش میگه من که استاد شما هستم اگر این کار رو برای شما کردم دارم یک نمونه میذارم تا شما یاد بگیرید که شما نیز چنین کنید عیسی داشت شاگردان رو ترک میکرد و مأموریت بزرگی رو میخواست به اونها بسپاره که همونطور که به پتروس میگه هنوز اونها نمیتونستن اون رو درک کنن بفهمن درک این معمولیت از عهده اونها خارج بود اون یازده نفر از آن قرار بود رسالتی رو به عهده بگیرن وظیفه ای رو به او داشته باشند که اگه عیسی با اونها صحبت میکرد اصلا عمرن اگه میفهمیدن که اون ایسا چی میگه اونها هرگز نمیتونستن اون رو باور کنن که چه اتفاقی در آینده قرار بر اونها بیفته اونها رسولانی خواهند شد که تمام کلیساهای دنیا روزی به او اقتدار اقتدا خواهند کرد اونها رسولانی خواهند شد که وقتی مشکلی در کلیساهای دنیا به وجود میان همه به اونها رجوع میکنند در اعمال باب 15 تا اونها تصمیم بگیرند اونها رسولانی خواهند شد که حاکمین روم و کاهنین در اورشلیم این میگن اینا کسانی هستن که ربع مسکون رو شروندند دنیا رو به هم ریختند شاگردان این رو نمیدیدن اینو نمیفهمیدن هر چه قدم عیسی اگه بهشون میگفت اونها متوجه نمیشن اما عیسی این رو میدید در اونها پس عیسی باید یه کار عمیقی در اونها میکرد عیسی نه فقط پاهای کثیف و سیاه اونها رو در اون لحظه شست بلکه همزمان عزیزان فکر قلب اونها رو داشت پاک میکرد. عیسی داشت اونها رو از فکرهای اشتباه پاک میکرد. عیسی داشت این حسادتی که بین اونها هست رو پاک میکنه. اونها که سوال میکردن در ملکوت تو ما کدوم یکیمون در جانب راست و در جانب چپ تو میشینیم. عیسی داشت این فکرها رو پاک میکرد. غذاوت های انسانی که در اونها بود رو داشت پاک میکرد. یک شخص فلج ای استاد از گناه خودشه یا گناه پدر و مادرش. از گناه هیچ کدام قضاوت هایی که اونها داشتن و من و شما داریم ایسا داشت اینها رو پاک می کرد از کوری و کری روحانی اونها رو آزاد می کرد اونها رو تازه می کرد ایسا داشت از گذشته مریض و داغون اونها هر کدوم از با گذشته داغون اومده بودند، از خانواتا در چه رنج هایی بودند، از احساسات آسیب دیده و شفا نیافته اونها، داشت اونها رو پاک میکرد و شفا میداد. از نفس بیمار و سرکش اونها که مثل پاهاشون تو این دنیا کثیف و سیاه شده بود. ایسا داشت اونها رو پاک میکرد. ایسا باید پاهای شاگردان رو میشست. اونها باید در مقابل عیسی کفش از پای خودشون در می آوردند و اگر این کار رو نمی ایسا گفت هرگز با من سهمی نخواهید داشت چون آماده نمیشید چطور میتونی در ملکوت من باشی چطور میتونی در پادشاهی من خدمت کنی چطور میتونی رسالت بزرگی رو به عهده داشته باشی چطور میتونی بر دیگران اثر بگذاری اگر اول من تو رو آزاد نکرده باشم تو رو شفا نداده باشم تو رو پاک نکرده باشم فکر تو رو عوض نکرده باشم دید تو رو عوض نکرده باشم هرگز نمیتونی سهمی با من داشته باشی خواهر و برادر عزیز من و تو چقدر در حضور عیسی میریم و کفش از پای خودمون در میاریم من و تو چقدر به حضور عیسی میریم و در حضور عیسی این پوشش های فکری خودمون رو کنار میگذاریم چقدر چقدر میریم میگیم من این فکر منه این تجربه من این هر چیزی که من میدونم به نظر من اینه اما کنار میگذارم مثل موسی، مثل یوشع چقدر میریم در حضور عیسی و کفش از پای خودمون در میاریم چقدر اجازه میدیم همونطوری که شاگردان پاهای اونها کثیف بود سیاه بود اونها صندل هایی که در کوچه های خاکی و گلی اورشلیم میرفتند. چقدر من و تو میریم در حضور عیسی و کثیفی ها و سیاهی های خودمون رو در حضور عیسی میگذاریم وقتی به نزد عیسی فقط شروع میکنیم چک گذاری کردن خداوند رو من رو برکت بده من رو فیض ببخش خداوند رو اراده تو انجام بشه یا نه میریم و فکرهای مریضمون رو باز میکنیم فکر کثیفمون رو آشکار میکنیم آیا میریم در حضور عیسی و پاهای کثیفمون رو جلوش دراز میکنیم میگیم بشور نفس ما وسوسه های ما هوسهای ما جاهایی که ما رو پایین میکشه قضاوت که نسبت به برادر و خواهرها در دل همدیگه داریم حسادت ها غرورها خود ها من میدونم ها چقدر میریم اینها رو در حضور عیسی باز میکنیم تا او عیسی شاگردان رو محکوم نکرد نمیتونستین یکم پاهاتون رو تمیز کنید بیاین اینجا نه اتفاقا گفت چون پاهای شما کثیفه من میخوام پاهای شما رو بشورم وقتی من و تو این گونه به نزد عیسی میری و من و تو رو محکوم نمیکنه هر موقع این گونه به نزد عیسی رفتی صدای از محکومیت شنیدی بدون این صدای شیطانه کلام خدا در رو رومیان باب 8 آیه 1 میگه برای کسانی که در مسیح عیسی هستن هیچ محکومیتی نیست و من و تویی که به نزد عیسی بریم کثیفی هامون رو باز کنیم عزیزان با قلبی صادق میدونی چی دریافت میکنیم شفا تسلی آرامی اون آرامشی که هرگز به دست نیاوردیم اما وقتی که بریم در حضور عیسی و بذاریم او فکر ما رو پای ما رو قلب ما رو بشوره چقدر اجازه میدیم که عیسی به گذشته و خاطرات من و تو وارد بشه خواهر مهناز عزیز چه مثال زیبایی هست. همه ما عزیزان همه ما زیرزمین هایی داریم انباری تو زندگیمون داریم که اجازه نمیدیم حتی نزدیکترین کس ما به اون وارد بشه چه برسه کلیسا چه برسه به جماعت همه ای ما بدون استثنا حتی شاید بین زن و شوهرها باشه چون میترسیم چی فکر میکنه چی نظر میده آیا احساسش عوض میشه آیا فکرش عوض میشه آیا قضاوت میکنه اما چقدر حتی اگه برای خود ما دردناک رفتن به اون انباری ها اما به عیسی این کلید رو میدیم میگیم عیسی تو برو من نمیخوام بیام تو گذشته تو برو و شفا بده تو برو و پاک کن تو برو و خاطرات من من رو آزاد کن اون زخم های من اون تجربه های بد من اون ضربه هایی که شاید از کودکی بوده در خانواده بوده در محیط بوده چقدر اجازه میدیم اون انباری تاریک و سرد و شاید متحفن ما ایسا با نور و گرمی خودش وارد بشه تا شفا به دو لمس کنه برادر خواهر عزیز اگر این اجازه رو به ایسا ندیم در قلبمون در زندگیمون در گذشتمون نمیتونیم با او سهمی داشته باشیم چرا ما تا یه جایی میایم رشد میکنیم و از یک جایی به بعد میمونیم تجربه نداریم برکتی نیست زندگی ما احساس میکنیم بی سمره. دعاهای ما تا یک جای میره و دیگه احساس میکنیم هیچ حضوری رو تجربه نمیکنیم. هر موقع به این, نقطه نخ... به این نقطه از زندگی رسیدی بدون جایی هست که باید کفش از پا به در بیاریم شاید ما تا آخر زندگی روحانیمون مجبور باشیم بارها کفش از پا در بیاریم اما هر بار که این کار رو میکنیم عزیزان اتفاق تازه‌ای در زندگی ما میفته خدا وقتی موسا رو ملاقات کرد به او گفته این موسا کفش از پای خود در بیار موسا این کار رو کرد خدا فکر او رو لمس کرد قلب او رو لمس کرد پای او رو لمس کرد و این لمس خدا برای موسا یک شفا آورد یک آزادی آورد یک تغییر و تبدیل و رشد روحانی به همراه داشت که او تونست قوم رو هدایت و رهبری کنه موسا که ضعیف بود موسا که الکم بود تونست بره در حضور فر. اون بیسته و آیات و مجزات رو به بار بیاره. موسا تونست حتی پشت خدا رو ببینه که هیچ کدوم اینها رو با اون کفش قبلی نمیتونست تجربه کنه. خدا یوشع رو ملاقات کرد و به او گفت یوشع کفش از پای خود در بیار و کلام میگه یوشع این کار رو کرد و اینجا خدا بود که فکر او رو لمس کرد قلب او رو لمس کرد پای او رو لمس کرد و این لمس خدا برای یوشع عزیزان شروع و آغاز یک تحول بود یک تغییر بود یوشع حاضر شد تمام تجربیات گذشته خودش رو بندازه کنار تمام پیروزی های خودش رو تمام رهبری های خودش رو همه چیز رو پشت سر خودش بگذاره بگی خدا من, من نمیدانم یوشعی که چهل سال میدانست و انجام میداد در حضور خدا ایستاد گفت من نمیدانم و تو استراتژی بده و خدا به او داد و او وارد یک بود تازه و عمیقتری با خدا شد ایسا وقتی به شاگردان خودش گفت کفشای خودتون رو در بیارید کفشای خودتون رو در بیارید بگذارید من پاهای کثیف شما رو بشورم شاگردان به عیسی این اجازه رو دادند و همزمان که عزیزان عیسی پاهای اونها رو میشست عیسی پاهای اونها رو پاک می‌کرد این روح القدس بود که داشت در فکر اونها عمل می‌کرد در قلب اونها عمل می‌کرد همزمان روح القدس داشت شفا رو جاری می‌کرد آزادی رو جاری می‌کرد سلامتی رو جاری می‌کرد اتحاد و یکدلی رو جاری می‌کرد روح القدس داشت اونها رو آماده میکرد برای اون مأموریت بزرگی که اونها قرار بود درش زندگی کنن برادر خواهر عزیز همان عیسی همان یهوه خدایی که در بوته آتش با موسی ملاقات کرد همان سردار لشکر آسمان که با یوشع ملاقات کرد همان عیسی که خم شد و پاهای شاگردان رو شست همان عیسی امروز در میان ماست همان عیسی امروز اینجاست و در میان ماست و به من و تو میگه کفش از پای خودت در بیار نیاز نیست برای زندگی خودت، برای خدمت خودت، برای آینده خودت، برای کارهای خودت، فکرهای زیاد بکنی، برنامه های زیادی انجام بدی، برنامه ریزی بکنی، تو فقط کفش از پای خودت در بیار و میبینی که من میام و تغییر میدم، من میام و عوض میکنم، من میام و نو میکنم، من میام شفا میدم، سلامتی میدم، آزادی میدم، رهایی میدم، آیا من و تو برادر خواهر عزیز، سوال ایسا از من و تو این هست آیا من و تو مشتاق هستیم؟ آیا من و تو مشتاق این لمس خدا هستیم؟ آیا من و تو میخوایم امروز که خدا پای ما رو لمس کنه؟ فکر ما رو لمس کنه؟ کلیسای ما رو تبدیل کنه؟ زندگی شخصی من و تو رو عوض کنه؟ کسانی که مدت شادی حقیقی رو تجربه نکردند سلامتی رو تجربه نکردند در فکر و ذهنشون دچار یک بستگی و گرفتگی هستن. کسایی که شبها نمیتونن راحت بخوابن صبحها با سردرد بیدار میشن کسایی که در زندگی روحانیشون حتی شاید از خادمین باشن شاید سالها داری خدمت میکنی به یک نقطه خشکی و بیسمری رسیدی آیا تو مشتاق هستی که روح خدا قلب تو رو لمس کنه اگر مشتاق هستید با هم سرپا بیستیم هللویا چند لحظه که این نوای هللویا پخش میشه بگذار روح خدا وارد قلب تو بشه وارد فکر تو بشه نگاه کن به خودت شاید کسی اینجا در بین ما هست که خودش رو مثل موسی میبینه لذت‌های زیادی رو در این دنیا تجربه کرده. خوشی‌هایی بوده، افتخارهایی بوده، قدرت‌هایی بوده، مهارت‌هایی بوده. و هنوز داره سعی می‌کنه که با همونا جلو بره اما نمیشه. برادر و خواهر عزیز امروز خدا به تو میگه کفش از پای خودت در بیار. شاید تو سال‌هاست داری خدا رو خدمت می‌کنی. خدمت تو موفق بوده. پرسمر بوده خدمت تو نتیجه داشته عالی بوده اما خدا مثل یوشع به تو میگه من از این به بعد میخوام یک تجربه تازه به تو بدم میخوام یک عمق تازهی به تو بدم میخوام تو رو عمیقتر وارد شناخت خودم کنم پس کفش از پای خود در بیار و در نهایت همه ما عزیزان همه ما امروز مثل شاگردان عیسی هستیم همه ما پاهای ما کثیفه همه ما نفس ما در این دنیا کثیف شده جاهایی هست بوی بد میده هنوز ما درگیر وسوسه هستیم هنوز گناهانی ما رو در خودش مشغول کرده هنوز حسادت ها بین ما هست هنوز قضاوت ها هست هنوز داوری ها بین ما هست هنوز ما همدیگر رو رد میکنیم نمیپذیریم هنوز شاید مثل شاگردان دنبال مقام هستیم کی بالاتره کی پایین تره همه ما اون انباری هایی رو داریم که حتی فکر کردن بهش ما رو اذیت میکنه اما عیسی امروز به تو میگه همه رو به حضور من بیار کسیفی های خود تو جلوی من بیار من تو رو محکوم نمی کنم من اینجا هستم تا اونها رو پاک کنم تا اونها رو بشورم تا به تو سلامتی بدم تا به تو آزادی بدم تا تو رو وارد یک زندگی تازه کنم وارد یک بود تازه ای کنم آیا تو مشتاق هستی؟ اگر کلام خدا با تو صحبت کرده برادر و خواهر عزیز میخوام از تو دعوت کنم به صورت نمادین که این اشتیاق خودت رو به خدا نشون بدی در همون جایی که هستی کفش خودت رو در بیاری و به جلو بیای با ماسکی که میزنی با رعایت فاصله ما برای کسی دعا نمی کنیم. همه ما با هم به یک اندازه نیاز داریم و با سرود که به خدا اشتیاقمون رو میگیم بیایم و بگذاریم او ما رو لمس کنه آمین Hallelujah Hallelujah hijo. لمس تو بیاد خداوند همون دستی که خداوند پای شاگردان رو شست قلب و فکر اونها رو لمس کرد خداوند بر کلیسای تو بیاد خداوند به نام مسیح سلامتی تو جاری بشه شفای تو جاری بشه خداوند واقعا کفشای خودمون رو تجربیات خودمون رو گذشته و موفقیت‌های خودمون رو کنار بگذاریم خداوند تا تو خداوند به ما رویا بدی به ما دید بدی ما رو تازه کنی پدر به نام عیسی مسیح شفای تو بر گذشته و تاریکی ها خداوند جاری بشه Hallelujah, We're starting to talk. Hallelujah. 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 و باور داریم که تو که کار تازه ای رو امروز در ما انجام دادی باور داریم این خداوند پس همونطوری که بعد از اینکه یوشع کفش خودش رو در آورد همونطوری که موسی کفش خودش رو در آورد تو خداوند اونها رو برکت دادی تو به اونها راههای تازه دادی تو به اونها مست تازه دادی تو به اونها استراتژی تازه دادی تو به اونها برنامه تازه برای زندگی و خدمت دادی منتظر تو هستیم خداوند منتظر دریافت خداوند برنامه های تازه تو هستیم منتظر دریافت مست تازه هستیم سمرهای تازه هستیم خداوند چون تو خدایی هستی که به دهان مبارک خودت گفتی و عمل خواهی کرد